بر طبق اختیارات خود میتوانم جلسه این دادگاه را تا ورود بلاریو که وکیلی دانشمند است تعطیل کنم. من به دنبال او فرستادم که اینجا بیاید و این موضوع را فیصله دهد. قربان، یکی در خارج منتظر است. به تازگی از پادوا آمده و نامه از طرف دکتر بلاریو آمده است. او را به دادگاه هدایت کنید. آنتونیو، آنتونیو، نگران نباش دوست من، باید شجاع باشی. حاضرم این رباخار گوشت و خون و استخوان مرا بگیرد پیش از آن که بگذارم یک قطره خون تو هدر رود. من مانند قوچ بیمار گله شایسته مرگ هستم. ضعیفترین میوه زودتر به زمین میافتد. من هم همینطور. برای تو کاری بهتر از این نیست که زنده بمانی و کتیبه گور مرا بنویسی. آیا از پادوا از طرف بلاریا آمده ای؟ بله قربان. بلاریا به والا حضرت درود میفرستد. چرا کارت خود را با این اشتیاق تیز میکنی؟ برای اینکه جریمه را از این ور شکسته بگیر. کارت خود را با تخت کفشت تیز نمیکنی، بلکه با روحت آن را تیز میکنی. ای رباخار سرسخت، علیش بده زیان تا تبردش خیم نمیتواند نیمی از تیزی کینه توزی برنده تو را تحمل کند. آیا این شمانا و عدیه قادر نیست به قلب تو را یابد؟ خیر، هیچ دعایی که تو شعور گفتن آن را داشته باشی قادر نیست. ای سگ بیرم، لعنت خداوند بر تو باد. باید عدالت را مقصر شمار که به تو اجازه زنده ماندن میدهد. تو نزدیک از باعث تزلزل ایمان من شد تا آنجا که با فیثاغورس هم عقیده شوم که روح حیوانات در کالبد انسان حلول میکند، زیرا تمایلات تو همه گرگ صفت، خونخوار، گرسنه و حریص هند. اگر تو با بدزبانی خود نتوانی مهر سند مرا بشکنی، نتیجه آید نمی شود جز اینکه گلوی خود را با این داد و فریاد آزاد بگیر. جوان نیکسرشت، عقل خود را ترمیم کن، اگر نه به طوری متلاشی خواهد شد که دیگر قابل ترمیم نخواهد. من منتظر صدور حکم هستم. این نامه از طرف بلاریوس که وکیلی جوان و دانشمند را به دادگاه معرفی می کند. او کجاست؟ او همینجاست و منتظر است تا بداند که جواب شما چیست و آیا به او اجازه ورود می دهید یا خیر. با کمال میل. بیاید، بیاید. در ضمن نامی بلاریو برای دادگاه قرائت می شود. به اطلاع عالی جناب می رساند وقتی که نامه شما را دریافت داشتم دچار بیماری بودم. وقتی که پیک شما وارد شد، یک وکیل جوان و دانشمند که نامش بالتازار است برای ملاقات دوستانه‌ای نزد من آمده بود.
و او را با جریان دعوای شایلاک و آنتونیوی بازرگان آشنا ساختند. بعد به مطالعه کتب قانونی پرداختیم و او از عقیده من آگاه شد و با دانش خود که وسعت آن را نمیتوانم به حد کافی به ستایم تکمیل نمود و به اصرار و درخواست من نزد شما می آید تا جانشین من در اجابت امر عالی جناب شود. تمنا دارم تصور نکنید که جوانی او در خور احترام کمتری است، زیرا هرگز ندیدم که ضمیری چنین آزموده و مجرب در کالبدی اینقدر جوان جای گرفته باشد. پذیرش او بستگی به تمایل عالی جناب دارد، ولی آزمون او بیشتر از حرف من باعث جلب تحسین شما خواهد شد. شما شنیدید که بلاریوی دانشمند چه نوشته است؟ لابد این هم همان وکیلی است که وارد می شود. آیا تو از طرف بلاریو آمده ای؟ بله قربان. خوش آمدی، در جای خود قرار بگیرید. آیا به این دعوا که اکنون در این دادگاه مطرح هست آشنا هستید؟ کاملا از آن اطلاع یافتم. تاجر کدام یک و شایلاک کدام است؟ آنتونیو و شایلاک هر دو در مقابل ما ایستادند. آیا اسمت شایلاک است؟ بله، اسمم شایلاک است. دعوی تو وضع عجیبی دارد، ولی طوری منطبق با قوانین ونیز است که نمیتوان به آن اعتراضی کرد. تو در خطر آزار او هستی، اینطور نیست؟ بله، او چنین میخواهد. آیا به صحت این قرارداد اعتراف داری؟ بله. در این صورت این رباخار باید رحم و شفقت نشان دهد. به من بگویید چه اجباری برای این کار دارم؟ رحم رابطه‌ای با اجبار ندارد آقا. و مانند باران رحمت است که از آسمان بر زمین میبارد و دو چندان باعث خیر و برکت است، زیرا به بخشنده و گیرنده هر دو برکت میدهد و قوی ترین قدرت در دست قوی ترین شخص محسوب میشود. قدرت دنیوی وقتی که ترحم را با عدالت در میامیزد، بیش از پیش خود را شبیه به قدرت آسمانی نشان می‌دهد. من تا این حد سخن گفتم که تقاضای تو را برای دادخواهی تعدیل کنم، ولی اگر در اجرای آن اصرار ببرزی، دادگاه ونیز جدی و دقیق است و ناچار حکم را بر ضد این بازرگان صادر خواهد کرد. نتایج کردار من به گردن خودم باشد. من تقاضای صدور حکم را نسبت به تعدیه تعهدنامه خود دارم. مگر او قادر نیست دین خود را بپردازد؟ چرا، حاضر است. من را در حضور همین دادگاه تسلیم خواهم کرد، حتی دو برابر آن مبلغ را. اگر کافی نیست، تعهد میکنم در مقابل گرو گذاشتن سر، دست و قلب خود 10 برابر آن مبلغ را بپردازم. و اگر این هم کافی نباشد، باز است که کینه توزی بر عطوفت غلبه یافته است. تمنا دارم این بار قانون را طبق اختیارات خود تعبیر کنید، زیرا برای انجام یک ثواب بزرگ یک خطای کوچک جایز است. که بدین وسیله مانع اجرای منظور این ابلیس بیرحم شوید. خیر، چنین عملی جایز نیست. هیچ قدرتی در ونیز نمیتواند قانونی را که روزی وضع شده تغییر دهد، زیرا این کار باعث بدعت شده و خطاهای بیشماری به تقلید از آن در اداره کشور صورت خواهد گرفت. خیر، نباید چنین کرد. یک دانیال بر مسند قضاوت نشسته است، بلی یک دانیال. ای قاضی جوان و خردمند، چقدر تو را محترم می شمارم. تمنا دارم سند را به من نشان بدهید. ای قاضی بسیار دانشمند، بفرمایید این است.
سایلاک. آیا حق است که روح خود را دچار گناه پیمان شکنی کنم؟ خیر. حتی برای خاطر ونیز هم این کار را نخواهم کرد. در این صورت این قرارداد نقض شده؟ و این مرد بر طبق قانون میتواند نیم کیلو گوشت از نزدیکترین قسمت قلب را ببرد. ولی رحیم باش و سه برابر پول خود را بپذیر و اجازه بده این قرارداد را پاره کنم. وقتی جریمه طبق شرایط قرارداد تعدیه شود آن را پاره میکنم. این طور به نظر میآید که شما یک قاضی شریف هستید که از قوانین مطلعی و تفسیر و تشریح شما منطقی بوده است. بدین جهت به نام قانونی که شما رکن شایسته آن می باشید تقاضا دارم در صدور حکم تصریح کنید. آقا به روحم قسم که هیچ نیرویی در زبان بشر وجود ندارد که بتواند تصمیم مرا تغییر دهد. و در مورد قرارداد خود ایستادگی میکنم. بسیار خوب، اینطور باشد. در این صورت تو باید سینه خود را برای کارد او آماده کنی. ای قاضی شریف، ای جوان عالی قد، چون قانون که با این قبیل مسائل سر و کار دارد کاملا منطبق با موضوع جریمه است که ظاهرا در این قرارداد ذکر شده. کاملا درست است. ای قاضی شریف و درستکار، چقدر تو از آن چه به نظر می آیی مجردتر و آزموده تری. پس سینه خود را آماده کن. سینش همان نقطه ایست که در قرارداد ذکر شده. آیا اینطور نیست ای قاضی درستکار؟ نزدیکترین قسمت به قلب عین کلمات سند است. بله همینطور است. آیا ترازو حاضر است که گوشت را وزن کنیم؟ بله حاضر است. توبه ترازو شایلاک، پزشکی را در اینجا حاضر کن که به خرج تو جراحات او را معالجه کند که مبادا خون ریزی او منجر به مرگ شود. آیا این نکته در قرارداد ذکر شده؟ ذکر نشده. ولی چه معنی دارد؟ تا این حد احسان کردن عمل خیری محسوب می شود. نه در قرارداد چون این نکته ای نیست و به چشم نمیخورد. ای بازرگان، تو صحبتی نداری؟ فقط یکی دو کلمه. من خود را مجهز و آماده ساختم. بسانیو دستت را به من بده. خدا نگهدار. از این که به خاطر تو دچار چنین مصیبتی شدم اندوهگین مباش، زیرا در این مورد تقدیر خود را مهربانتر از آنچه عادت اوست نشان می‌دهد. روش او این است که بگذارد یک مرد مفلوک پس از اینکه ثروت خود را از دست داد زنده بماند و با چشمانی فرو رفته و پیشانی گره خورده سنین پیری را با فقر به سر برد. ولی در این مورد مرا از این فلاکت و زجر طولانی معاف باشست. آنتونیو، من با همسری ازدواج کردم که چون زندگی نزدم عزیز است، ولی نه زندگی نه همسر و نه تمام دنیا در نظرم بیش از زندگی تو ارزش ندارد و حاضرم همه آنها را از کف بدهم و در راه این ابلیس قربانی کنم.
به خاطر اینکه تو را نجات دهم. اگر همسر تو اینجا حاضر بود و چنین پیشنهادی را میشنید، برای این سخنان چندان از تو تشکر نمیکرد. آنتونیو، من هم همسری دارم که از آن میکنم و را بسیار دوست دارم. کاش او به بهش میرفت تا دست به دامن نیروی در آنجا شود. خوب است که چنین پیشنهادی را در قیاب همسرت میکنی، وگرنه چنین آرزویی در خانه‌ات فتنه به پا میکنی. ما وقت را تلف میکنیم. تمنا دارم در صدور حکم تصریح کنیم. نیم کیلو از گوشت این بازرگان متعلق به توست. حکم دادگاه این است و قانون به آن رأی می‌دهد. قضیه بسیار درست کار. و تو باید آن راستینه او ببری. حکم دادگاه این است و قانون به آن قرار داد به تو حق گرفتن حتی یک قطره خون را هم نمیدهد. کلمات قرار داد به طور وضوح این است: نیم کیلو گوشت. بنابراین طبق این قرار داد نیم کیلو گوشت خود را بگیر، ولی در بریدن آن اگر حتی یک قطره خون انسانی را بریزی، طبق قوانین ونیز اراضی و دارایی تو به نفع دولت ونیز ضبط می‌گردد. ای قاضی بسیار درست کار شنیدی شایلاج؟ ای قاضی دانشمند! آیا قانون چنین میگوید؟ خودت آن را خواهی دید، چون همانطور که در دادخواهی اصرار میورزی بیش از آنچه تمایل داری عدالت نصیبت میشود. ای قاضی بسیار دانشمند، شنیدی یهودی رباخواست او یک قاضی دانشمند است. پس پیشنهاد او را میپذیرم. سه برابر مبلغ مذکور در قرارداد را به من بدهید او را آزاد. پول اینجاست. صبر کنید، این مرد عدالت مطلق نصیبش خواهد شد. آرام باشید و عجله نکنید. او چیزی جز جریمه نباید بگیرد. ای شاید چه قاضی درستکار و دانشمندی. تا
پس خود را برای بریدن گوشت سینه این مرد آماده کن. ولی دقت کن، نه خونی باید ریخته شود و نه بیشتر یا کمتر از نیم کیلو گوشت بریده شود، و اگر کمتر یا بیشتر از نیم کیلو گوشت ببری، حتی اگر به اندازه یک بیستم کوچکترین ذره سبکتر یا سنگینتر باشد و یا ترازو به اندازه یک سر مو بالا یا پایین برود، تو محکوم به مرگ خواهی شد و تمام دارایی‌ات به نفع دولت ونیز ضبط می‌گردد. یک دانیال دیگر، یک دانیال. ای شایلاک، ای بیدین، اکنون تو را خوب گیر آوردم. این طلبکار منتظر چیست؟ جریمت را بگیر. اسم قرض را به من بپردازید، بگذارید برم. اینجاست، برایت حاضر کردم. او از قبول آن در محضر دادگاه امتناع کرده است، بنابراین باید فقط جریمه نصیبش شود. یک دانیال، باز هم میگویم یک دانیال دیگر. ای شایلاک، از تو سپاسگزارم که این کرمه را به من آموختی. این طلبکار منتظر چیست؟ جریمت را بگیر. حتی مبلغ اصلی قرض به من تعدیه نمی شود؟ تو چیزی جز جریمه نصیبت نخواهد شد که میتوانی آن را با خطراتی که در بر دارد وصول کنی. در این صورت امیدوارم بدبختی نصیب او شود. من دیگر در اینجا نمیمانم که به گفتگو بپردازم. شایلاک، قانون ادعای دیگری هم بر ضد تو دارد. در قوانین ونیز ضد شده اگر یک بیگانه به طور مستقیم یا غیر مستقیم دسیسه‌ای برای کشتن یکی از تبعیان کشور به کار برد، نیمی از دارایی او به وسیله همان کس ضبط می‌گردد و نیم دیگر به خزانه دولت می‌رسد و جان خود آن شخص در اختیار دوک خواهد بود و کسی جز او نمی‌تواند در این باره تصمیم بگیرد. به تو میگویم که تو در این وضع قرار گرفته، زیرا در این جریان واضح شده که تو به طور مستقیم در ضد جان این متهم دسیسه کردی و خود را مستوجب تنبیهی که قبلا ذکر شد ساخته. پس زانو بزن و از دوک استدعا بخشش کن. زانو بزن، استدعا کن که به تو اجازه دهند خود را به دار آویزی. اگر چه به علت این که دارایی تو از طرف دولت ضبط شده و به قدر پول تنها برای این کار نداری، پس به ناچار باید تو را به خرج دولت بداروی. شایلاک، برای آنکه تفاوت بین ضمیر ما و خودت را ببینی، قبل از آنکه تقاضای بخشش کنی تو را عفو. نیمی از دارایی تو متعلق به آنتونیو خواهد بود و نیم دیگر که متعلق به دولت است، به شرط آنکه فروتنی پیشگیری، از جریمت تخفیف خواهد یافت. بله، البته در مورد سهم دولت، نه سهم آنتونیو. خیر. جان و همه چیز مرا بگیرید.
اجازه بدهید از اینجا بروم. حالم خوب نیست. سند را بفرستید تا امضا کن. برو برو ولی این کار را بکن. آقا تمنا دارم برای صرف شام به منزل من بیایید. از شما با کمال فروتنی پوزش میخوام، زیرا امشب باید از ونیز خارج شوم و هم اکنون باید عزیمت کنم. متاسفم که وقت فراغت شما اجازه قبول دعوت مرا نمیدهد. آنتونیو، رضایت این آقا را جلب کن. به نظر من بی نهایت مرهون او هستی. آقا ای نجیب زاده عزیز، من و دوستم امروز در نتیجه کیاست شما از پرداخت جرایم
به او بده.
صدای شیپور به گوش میرسد خانم. نترسید، ما خبرچی نیست. من باید به استقبال او بروم. اگر تو در غیاب خورشید به استقبال ما بیایی، مانند مردمان قطبی ما هم شب نخواهیم داشت. پس باید نورافشانی کنم، ولی سبکسر نباشم، زیرا یک زن سبکسر شوهری سنگین دل میسازد. و امیدوارم بستانیو هرگز برای من چنین نشود. به خانه خوش آمدی سرور من. متشکرم بانوی من. به دوست من هم خوش آمد بگو. این همان آنتونیوس که بی حد و حصر مرهون او هستم. تو باید از هر جهت مرهون او باشی، زیرا طبق آنچه شنیدم او به خاطر تو خیلی مدیون شده. ولی از آن رهایی یافته. آقا به خانه ما خوش آمدید و باید تنها به گفتار نپرداخت. به این جهت به این کلمات مختصر اکتفا می کنم. من با تو سخنی ندارم. به ما قسم که تو نسبت من جفا می کنی. به خدا من آرا به منشق قاضی دادم. به این زودی دعوا شروع شد؟ موضوع چیست؟ درباره یک حلقه طلا، یعنی یک انگشتری کم ارزش است که او به من داد و بر آن کلمات یک شده. چرا صحبت از شعار ارزش میکنی؟ موقعی که آن را به تو دادم قسم یاد کردی تا دم مرگ همان را از انگشت بدن نکنی و حتی در قبر هم با تو باشد. حق بود پیمان خود را محترم میشمردی و آن را پیش خود نگاه میداشتی. تو؟ تو آن را به منشی قاضی داده ای؟ او به عنوان پاداش آن را از من خواست و من وجدانا نمیتوانستم امتناع کنم. گراسیانو، به خدا تو با بیمهری خود باعث قصه همسر خود شده ای. اگر من جای او بودم از شدت خشم دیوانه می شدم. پس بهتر است من دست چپ خود را قطع کنم و قسم بخورم که برای دفاع از انگشتری آن را از کف دادم. آقای بسانیو هم انگشتری خودش را به وکیل داد که اصرار داشت آن را بگیرد و به راستی حق هم داشت. سرور من، کدام انگشتری را بخشیدین؟ امیدوارم آن یکی که من به تو دادم نباشد. اگر اضافه بر تقصیر میتوانستم دروغی هم بگویم آن را تکذیب میکردم. بله قلب بیوفای تو هم همانطور از حقیقت خالی. بانوی من چه باید خوبانت بگویم؟ من مجبور شدم آن را برایش بفرستم. مجبور شدم چون دچار خجالت و حس قدردانی شده بودم. اگر تو خودت آنجا می بودی آن انگشتر را با اصرار از من می گرفتی و برای آن مرد شرافتمند می فرستادی. پس من باعث تمام این مجادلات شدم. نه آنتونیو، به خانه ما خوش آمدید آقا. به هر حال به شما خوش آمد میگویم. پرشیا، این خطای اجباری را عفو کن. من یک بار بدنم را برای سعادت او به گروگان گذاشتم که اگر به خاطر کسی که انگشتری شوهرش را گرفت نبود به کلی نابود میشدم. باز هم حاضرم تعهد کنم و این بار روح خود را گروگان قرار میدهم که سرور شما هرگز از روی قصد پیمان شکنی نخواهد کرد. در این صورت شما باید ضامن او باشید آقا. این را به او بدهید. خب لورن، منشی من اخبار خوبی هم برای تو آورده. بله، و بدون عقد پاداش آن را به او خواهم داد. بفرمایید. به تو و جسیکا از طرف شایلاک ثروتمند سند هبه‌ای را می‌دهم که پس از مرگ او تمامی دارایی‌اش به شما خواهد رسید. بفرمایید.
ای بانوان گرامی، شما برای ما قحطی زدگان مائده آسمانی آوردید. نزدیک به صبح هست و شما هنوز از این وقایع مطلع و سیراب نشده اید. من تمام حقایق را برای شما آشکار می سازم. Ha, 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 ha